سازمان های حقوقی بحرین خواستار بازدید نهادهای بین المللی از زندان های این کشور شدند. سازمان های حقوقی بحرین با صدور بیانیه از صلیب سرخ جهانی و گزارشگران سازمان ملل متحد خواستند برای پایان دادن به وضعیت بد زندانیان بحرینی هرچه زودتر از زندان های این کشور بازدید کنند. در این بیانیه همچنین از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده به منظور اطلاع از وضعیت حقیقی زندانهای بحرین با پافشاری جدی اجازه بازدید غیر مشروط از همه مکانهای بازداشت و نیز گفتگو با زندانیان را اخذ کنند. سازمان های حقوقی بحرین همچنین ضمن درخواست از حکومت این کشور برای احترام به توافق نامه های بین المللی که مهمترین آنها لغو شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و رعایت حقوق آنان است از جامعه بین الملل و سازمان های حقوقی بین المللی خواستند با فشار به مقامات بحرینی خواستار پایان دادن به جنایات علیه زندانیان و آزادی همه زندانیان سیاسی شوند. در ادامه این بیانیه آمده است، آمارهای مستند ارائه شده حاکی از آن است که تعداد زندانیان بحرین همکنون به بیش از چهار هزار نفر می رسد که بسیاری از زنان را نیز شامل می شود. این بیانیه در ادامه به بیش از 12000 مورد بازداشت خودسرانه شهروندان از سال 2011 میلادی از جمله 330 زن و 968 کودک پسر و دختر و همچنین شکنجه و بدرفتاری با 4000 تن از شهروندان اشاره کرده است. به گفته این بیانیه اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که شمار زندانیان در هر زندان بیش از 50 درصد از ظرفیت آن است و زندانیان در معرض بازرسی های تحقیرآمیز مصادره اموال شخصی و محروم شدن از حقوق خود قرار می گیرند. است زندانیان بحرین که اکثرا به بحانه های مذهبی و سیاسی در حبس به سر می برند ماه گذشته با اعتصاب غذا خواستار بهبود وضعیت خود در بازداشتگاه ها شدند. توقف شکنجه و بدرفتاری، وجود امکانات پزشکی لازم، گشایش مسجد برای نماز، برگزاری مراسم های دینی، ایجاد اتاق انتظار برای ملاقات با خانواده ها، برداشتن موانع و بهبود وضعیت وعده های غذایی از جمله خواسته زندانیان اعتصاب کننده بود.